بینندگان بسیار گرامی، درود بر شما. سنا روحانی هستم و در این بخش مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی. عنوان خبر اول عبارت است از ادامه حملات به بهائیان همزمان با بررسی بیشتر کارنامه حقوق بشر ایران در سازمان ملل ژنو. همزمان با اینکه یکی از هیئت‌های سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که آزار بهائیان در ایران نقض فاحش یکی از معاهدات جهانی و عمده حقوق بشر است، جامعه جهانی بهائی از موج تازه‌ای از حملات به بهائیان و اموال آنها اطلاع یافته است. در رشت پس از یورش‌های هولاور به خانه‌های 16 بهائی، 3 زن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدند. در سمنان حدود 10 مغازه متعلق به بهائیان توسط مقامات تعطیل و 2 جواز کسب باطل شد. گزارش شده مقامات در شهر سنندج کوشیدند گروه‌های بهائیان را به امضای تعهدی مبنی بر شرکت نکردن در نشست‌های معروف به ضیافت 19 روزه که در خانه‌های همدینانشان برگزار می‌شود وادار کنند. دیانه علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت به نظر می رسد همه رویدادهای اخیر از یک مرکز هماهنگ می شوند و این رویدادها با اظهاراتی که اغلب از مقامات ایرانی می شنویم مبنی بر اینکه بهائیان از همان حقوقی که دیگران دارند برخوردارند و اجازه فعالیت‌های مربوط به عقاید شخصی و امور جامعه را دارند آشکارا مغایرت دارد. بیش از 100 بهائی در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند، از جمله 7 مدیر جامعه که هر یک به اتهامات خلاف واقع برای گذراندن احکام 20 ساله خود در زندان به سر می‌برند و نیز 7 مدرس که به خاطر شرکت در اقدامی غیر رسمی برای کمک به جوانان بهائی که توسط حکومت از تحصیلات عالی محروم شده اند به زندان افتادند. اما این تمام ماجرا نیست. علاوه بر کسانی که اکنون پشت میله‌های زندان هستند، بیش از 300 بهائی که پیشتر دستگیر و سپس آزاد شدند یا منتظر محاکمه و یا در انتظار احضار برای آغاز دوران محکومیت خود هستند. مبالغی که برای وثیقه اغلب در قالب اسناد ملکی یا جواز کسب از آنها خواسته شده بسیار بالا هستند. خانه های صدها بهائی مورد یورش قرار گرفته و وسایل شخصی از جمله کتاب ها، کامپیوتر ها، تلفن های همراه، عکس ها و اسناد ضبط شده اند. اینها همه فشارهای مضاعفی بر بهائیان است که اکنون با تلاش‌های گسترده و روشمند برای فقیر کردن جامعه خود مواجه هستند. راهکارهایی مانند محروم کردن از داشتن یا اشتغال به بیش از 25 نوع شغل، باطل کردن خودسرانه جوازهای کسب، تعطیل کردن مغازه‌های متعلق به بهائیان، تهدید کارفرمایان نسبت به استخدام بهائیان و محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی. 12 آبان ماه برابر با 3 نوامبر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیئتی متشکل از 18 کارشناس مستقل، از عدم پایبندی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا و تصویب کرده انتقاد کرد. یافته‌های کمیته 2 هفته پس از 1 دادرسی که در آن هیئت نمایندگان حکومت ایران در صدد دفاع از کارنامه حقوق بشری خود برآمد منتشر شد. در گزارش کتبی 27 صفحه‌ای این هیئت ایرانی ادعا می‌شود که هیچ شهروند ایرانی به خاطر نژاد، دین یا زبان خاص خود بر دیگران ارجحیت ندارد. طی این دادرسی سوالات بیشماری توسط کمیته درباره رفتار ایران با بهائیان مطرح شد. یکی از اعضای کمیته، احمد فتح‌الله از مصر، گفت که چون در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دین و عقیده یا باور از جایگاه یکسانی برخوردارند،
ایران باید به بهائیان حق ابراز عقاید خود را هم به صورت فردی و هم جمعی با دیگران، هم به صورت عمومی و هم خصوصی بدهد. حتی اگر مقامات آیین بهائی را یک دین به حساب نیاورند. درباره گستره وسیعی از موارد دیگر نقض حقوق بشر، از جمله نرخ بالای مجازات‌های اعدام، نبود زنان در جایگاه‌های بالای حکومتی و استفاده گسترده از شکنجه نیز ابراز نگرانی شد. کمیته به عنوان بخشی از نتیجه‌گیری خود از ایران خواست برای تضمین حمایت از اعضای جامعه بهائی در برابر تبعیض در هر زمینه‌ای و رسیدگی فوری به نقض حقوق آنها و پیگرد مسئولان این نوع برخوردها و جبران خسارت‌های وارده به بهائیان به نحو مؤثر گام‌های فوری بردارد. دیانه علایی ضمن استقبال از گزارش کمیته گفت کمیته حقوق بشر سازمان ملل به ایران میگوید بهانه آوردن را متوقف کند و به تعهدات خود مبنی بر حفظ حقوق همه شهروندانش در برخورداری از آزادی کامل دینی پایبند باشد. و اما بینندگان عزیز، خبر دوم در ارتباط با محاکمه مدرسان بهایی و گسترش اعتراضات است. ژنو با روشن شدن اطلاعات بیشتر درباره محاکمه 7 مدرس بهایی، اعتراض جهانی به آزار دانشجویان و معلمان بهایی در ایران همچنان گسترش می‌یابد. در روزهای اخیر سیاستمداران برزیل، دانشگاهیان در آلمان و ایرلند و یک گروه بین المللی از فیلمسازان برجسته منع روشمند بهائیان از آموزش عالی در ایران و یورش حکومت ایران به تلاش‌های غیررسمی جامعه بهائی برای آموزش اعضای جوان خود را محکوم کردند. جامعه جهانی بهایی به تازگی دریافته که 7 مدرس زندانی که همه در یک اقدام خودجوش برای جامعه معروف به مؤسسه آموزش عالی بهایی تدریس یا به آن کمک می کردند، در 2 روز متفاوت با دستبند و با پای در زنجیر به دادگاه برده شدند. در آنجا در حضور وکیلانشان رأی صادره و احکام به آنها ابلاغ شد. دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو گفت نه به متهمان و نه به وکیلانشان رونوشتی کتبی از حکم نشان داده شد. اما ما از نوشته‌های حاضران در جلسه محاکمه می‌دانیم که این 7 نفر به عضویت در فرقه منحرف بهائیت با هدف اقدام علیه امنیت کشور به منظور پیشبرد اهداف فرقه زاله و سازمان‌های خارج از کشور متهم شدند. 2 نفر از این بهائیان، وحید محمودی و کامران مرتضایی، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند و برای دیگران، یعنی محمود بادوام، نوشین خادم، فرهاد صدقی، ریاض سبحانی و رامین زیبایی، احکام 4 ساله زندان صادر شد. خانم علایی گفت مقامات به خوبی می دانند که اتهامات به هیچ وجه حقیقت ندارند. منع حضور دیپلمات‌های خارجی در دادگاه و فراهم نکردن اسناد کتبی از رأی صادره توسط قوه قضاییه نشان می‌دهد که ادعاها و اقدامات حکومت چقدر توجیه ناپذیرند و نیز تبعیض دینی فاحشی را که در قلب این پرونده است آشکارا فاش می‌کند. اعتراض مداوم 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه در ایرلند بیش از 50 دانشگاهی از مقامات ایران خواستند حمله به بهائیان را متوقف سازند و به همه اجازه دسترسی به آموزش عالی را بدهند. آنها به آیرش تایمز نوشتند سخت است باور کنیم که حکومتی حق آموزش را از گروهی از دانشجویان سلب می کند. این اقدامات مشخص می کند که مقامات ایران عزم کرده اند رشد و توسعه این افراد جوان را با محروم کردن آنها از آموزش صرفاً بر مبنای دینشان متوقف سازند.
در آلمان حدود 45 استاد برجسته نیز خواهان آزادی فوری 7 نفر شدند. آنها در نامه‌ای به تاریخ 25 اکتبر به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران نوشتند: ما مطابق هنجارهای بین المللی بر رعایت نامحدود حق آموزش عالی برای همه شهروندان کشور شما تأکید داریم. هفته گذشته 26 فیلمساز، تهیه کننده و بازیگر از حکومت برزیل خواستند از حقوق فیلمسازان، روزنامه نگاران و مدرسان بهایی دفاع کند و از ایران بخواهد فوراً آنها را آزاد نماید. از جمله امضا کنندگان این نامه سرگشاده که گزارش آن در روزنامه برجسته فولای سان پاولو منتشر شد، کارگردانان برجسته‌ای مانند هکتور بابنکو، اتم اگویان، محسن مخبلباف و والتر سالز بودند. نهاد پژوهشگران در مخاطره شبکه‌ای بین المللی از بیش از 260 دانشگاه و دانشکده در 33 کشور که به ترویج آزادی آکادمیک و آزادی فکر، اندیشه، بیان، اجتماع و مسافرت اختصاص دارد، نیز به حامیان مدرسان زندانی پیوسته اند. این نهاد در 31 اکتبر نوشت: واقعیت‌ها حاکی از تلاشی برای محروم کردن افراد بهایی از فرصت‌های آموزش عالی در ایران است و باعث نگرانی جدی از کارزار گسترده‌تری برای محدود کردن عمومی توانایی اندیشمندان و پژوهشگران بر کار آزادانه در ایران است. نهاد پژوهشگران در مخاطره با توجه به تاریخ غنی اندیشمندی در ایران و حمایت باستانی آن از ارزش‌های پژوهشگری و جستجوی آزادانه، این یافته‌ها را به ویژه غم‌انگیز و تأسف‌بار می‌داند. بینندگان گرامی، این بود تازه ترین خبرها از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی. برای اطلاعات بیشتر و خواندن تفصیل این خبرها، شما می توانید به تارنمای سرویس خبری جامعه جهانی بهایی رجوع بفرمایید. در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. روز و شبتون خوش.